از زندان زنگ زدند و گفتند که خانواده مصطفی سلیمی برای ملاقات بیان. همراه با خواهرش، برادرها و پسرش رفتیم و در حیات زندان دیدیمش. به هر کدام از ما حدود 3 دقیقه فرصت دیدار دادند. بعد از ملاقات از خواهرها، برادرها و پسرش تعهدنامه گرفتند که اگر در چند روز آینده هر اتفاقی افتاد، به هیچ وجه حق ندارند با هیچ رسانه‌ای گفتگو کرده یا خبررسانی کنند. روز جمعه توسط اداره امنیت اقلیم کردستان در روستای گرمک دستگیر و سپس به اداره منطقه پینجوین در شمال عراق منتقل شد. مصطفی سلیمی به مسئولین اداره آسایش تمام مشخصات خودش رو داده بود و به اونها گفته بود که زندانی سیاسی بوده، فرار کرده و به اونها گفته بود اگر تحویل جمهوری اسلامی داده بشه اعدامش میکنن. با تمام اینها پیشمرگان اتحادیه میهنی کردستان عراق اون رو به مرز بانه آوردند و به ایران تحویل دادند. بعد به سقز برگردونده شد. کمال کریمی از حزب دموکرات کردستان ما قول داده بود. گفت با اداره امنیت کردستان عراق صحبت کردند و از اونها قول گرفتند اگر مصطفی سلیمی به خاک عراق برسه جانش در امان خواهد بود. اونا خوب میدونستند که سلیمی زندانی سیاسیه و از زندان فرار کرده. بعد از اعدامش کمال کریمی به ما گفت یه اشتباه کوچیک کرده و یادش رفته به آسایش خبر بده. به همین سادگی. اونها خوب میدونستند که سلیمی 17 سال در زندان بوده و اداره اطلاعات و امنیت اقلیم کردستان نامش رو در لیستش داشت.